دوستای گلم، امروز میخوام براتون تاچین گوشت قرمز رو بگم. تاچین گوشت قرمز با گوشت ورقه ای برای 4 پیمانه برنج که من قبلا اونو آبکش کردم نیاز به 250 گرم الی 300 گرم گوشت قرمز ورقه ای داریم، گوساله یا گوسفند، اون دیگه به دلخواه خودتون. یک پیاز بزرگ نگینی خرد شده، 4 عدد زرده تخم مرغ، 4 قاشق زعفرون آب کرده، 2/3 پیمانه ماست، 1/3 پیمانه گلاب، مقداری روغن، نمک، فلفل و زردچوبه داریم. حالا ما گوشت رو به اضافه پیاز با هم داخل تابه میذاریم، حرارت رو از همین اول کمش میکنیم تا خیلی آروم گوشتمون کمی پخته بشه. نمیخوایم پیاز سرخ بشه یا اینکه گوشتمون رو بخوایم سرخش کنیم. میخوایم با هم دیگه، هم مزهش رو تغییر میده پیاز، هم اینکه اون بوی تخم گوشت رو میگیره، هم اینکه خوش طعمش میکنه. البته به اضافه فلفل و زردچوبه که اضافه میکنیم. و وای میستیم دائم اینو یه همین میزنیم که پیازمون، نمیخوایم رنگش قهوه‌ای بشه. خب این گوشت و پیاز ما به اضافه فلفل زردچوبه بعد از حدودا 10 دقیقه است که پیازمون کاملا نرم شده، ولی اصلا تغییر رنگ نداده، یعنی حتی به صورت طلایی هم نمیذاریم بشه با حرارت کم. در ضمن اینم میدونین که نمک رو نباید حالا اضافه کنیم، باید اواخر طبخ به گوشت قرمز اضافه کنیم که نمک باعث سفتی گوشت قرمز میشه اگه از اول بهش اضافه کنیم و دیر پزش میکنه. خب ما بعد از اینکه یک رو گذشت نمک رو به گوشتمون اضافه میکنیم و کمی اون رو همش میزنیم، یعنی در واقع گوشت رو زیر رو میکنیم. و حرارت رو میبندیم، خاموش میکنیم. ما حالا میخواییم مایه تچینمون رو درست کنیم. زرده تخم مرغ کمی همش میزنیم، به اضافه ماست، گلاب، زعفران دم کرده، و مقداری روغن. حدود نصف لیوان روغن می‌ریزیم. بعد برنجمونی که قبلا آب کش کردیم یه مقدار از برنج رو می‌ریزیم داخل این مایه. این برنج چون یه مدتی بعد از آبکش کردن موند
خورده به هم چسبیده که جداشون میکنیم راحت جدا میشه. یه مقدار کوچیکی دیگه از برنج میریزیم و حالا قابلمه‌مون رو یه مقداری روغن از قبل ریختیم توش، میچرخونیم تا کامل چرب بشه. بعد این برنج تچینمون رو یه مقداری برای یک لایه اولیه میریزیم کفش و صافش میکنیم. حالا گوشت و پیازمونو که از قبل با هم پختیمشون میذاریم روی برنج کفه قابلمه. یادتون باشه که گوشت حتما باید به شکل ورقه‌ای خورد بشه. تکه‌هاش حالا کوچیک بزرگیش نظر خودتون، ولی به صورت ورقه‌ای باشه. تمام پیازم کامل می‌ریزیم روش. حالا یک لایه دیگه از برنجمون صافش میکنیم و بقیه یه برنج سفیدمون که مونده میریزیم و اینم دوباره باز صافش میکنیم. حالا روی برنجمون هم کمی روغن میدیم. و حدود نصف یک سوم لیوان آب از دوره میدیم برای بخار بده بالا و دمش میکنیم. حدودا یکی دو دقیقه روی حرارت زیاد و بعد حرارت رو کم میکنیم تا برنجمون بعد از 20 دقیقه یا 25 دقیقه دم بکشه. اینم از نتیجه تچین گوشت ما. دوستان عزیز بفرمایید، غذا آماده است. خب بفرمایید دوستان عزیز، مهمون ما باشین. امیدوارم از آموزش امروز ما راضی باشیم.